بریم سراغ مواد عالی بچه ها. مواد عالی شامل اوره، کراتنین و اوریک اسید هستن. بچه ها اوره فراوان ترین ماده عالی موجود در ادرار هست که توسط ادرار دفع میشه. فراوان ترین ماده عالی ادرار رو اگر ازتون بپرسم ماده عالی ادرار میگید که اوره هست بچه ها. خب بچه ها در کبد اتفاقی میفته. چیه؟ آمونیاک با کربن دی اکسید ترکیب میشه و میشه اوره. یعنی اوره در کبد از ترکیب آمونیاک و CO2 به دست میاد. اما بچه خود آمونیاک حاصل متابولیسم پروتئین ها، بهتر بگیم آمینو اسید ها و اسیدهای نوکلئیک هست. این دوتا متابولیسم پیدا کنن یه سری مواد زائد نیتروژنداری تولید میشه، بهشون میگن آمونیاک. آمونیاک در کبد با CO2 ترکیب میشه و اوره به دست میاد. اما بچه کراتنین یه ماده نیتروژن داره، زائده، همراه ادرار از بدن دفع میشه. بچه ها عرض کنم که گروه کراتین فسفات به ADP منتقل میشه، ATP تولید میشه و در نهایت کراتنین گفتیم که از متابولیسم در واقع کراتین در عضلات به دست میاد. خب عرض کنم خدمتتون که بچه کراتین فسفات در ماهیچه ها به منظور تامین انرژی استفاده میشه. کراتنین میشه گفت که به شکل غیر مستقیم از کراتین فسفات در واقع به دست میاد و از طریق کلیه ها هم دفع میشه. اما اوریک اسید بچه ها، اوریک اسید ماده دفعی نیتروژن دار هست، یعنی یه ماده دفعی که نیتروژن داره. اوکی؟ در نتیجه تجزیه و سوخت و ساز فقط نوکلئیک اسید. ببین نوکلئیک اسید اگر متابولیسم انجام بده اوریک اسید به دست میاد، اما آمونیاک حاصل متابولیسم، بالا گفتم بهتون آمونیاک حاصل متابولیسم، ببین حاصل متابولیسم آمینو اسید و نوکلئیک اسید هست. خب میریم سراغ در واقع اوریک اسید که گفته که انحلال پذیری زیادی در آب نداره، انحلال پذیریش کمه و تمایل زیاد داره برای رسوب کردن و بلور تشکیل میده. یعنی وقتی که رسوب میکنه مقدارش وقتی که بیش از حد مجازش میشه زیاد میشه، رسوب میکنه و بلور تشکیل میده بچه ها. خب اگر اوریک اسید در کلیه ها رسوب کنه باعث ایجاد سنگ کلیه میشه، اگه توی مفاصل رسوب کنه باعث ایجاد بیماری نقرس و باعث در واقع دردناک شدن و ملتهب شدن مفاصل میشه. اما میریم سراغ تنظیم آب بچه ها. بچه ها تنظیم آب در بدن انسان تحت تأثیر عرض کنم که عوامل مختلفی مثل هورمون ها، یعنی یکی از کارهایی که هورمون ها تو بدن ما انجام میده مثل هورمون آنتی دیورتیک، خب آنتی دیورتیک هورمون یا همون هورمون ADH، اینا میتونن مقدار آب رو در بدن چکار کنن؟ تنظیم کنن. بچه اگر غلظت مواد حل شده در خوناب در پلاسما از حد مشخصی چی بشه؟ بیشتر بشه، گیرنده های اسموزی بچه ها در هیپوتالاموس تحریک میشن و در نهایت مرکز تشنگی در هیپوتالاموس فعال میشه و هورمون ضد ادراری از غده زیرمغزی پسین، از هیپوفیز پسین ترشح میشه. اینو میخوام یک بار دیگه اینجا بهتون بگم بچه ها. وقتی که میزان آب خون کم بشه، میزان آب خون کم بشه، یعنی غلظت بگید خون چی بشه؟ افزایش پیدا کنه. اوکی؟ خب گیرنده های اسموزی تحریک میشن، این گیرنده های اسموزی اگر تحریک بشن مرکز تشنگی رو در هیپوتالاموس تحریک میکنند. اوکی؟ وقتی که مرکز تشنگی در هیپوتالاموس تحریک شد چه اتفاقی بعد از اون میفته؟ بگید هورمونی به نام هورمون ADH تولید میشه، این هورمون میره در هیپو
فیز پسین ذخیره میشه، در هنگام لزوم هم چی میشه؟ آزاد میشه.